شکم پشت من آزم مشتک پشت من شیشه ی حفرت بشکنم آخر بیمان وطن را دشمن. سلام بر شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و یاران ما در زمان برخاستن. در روزهای محرم هستیم و شاهد شدیدترین ستمها علیه زنان میهنمون توسط یزیدیان زمان. پس بجاست برنامه زمان برخاستن امروز رو با درود به همه کسانی که این روزها با تظاهرات، اعتراضات و اعتصابات خودشون علیه اسیرکشی مزدوران خامنه‌ای به پا خواستن شروع کنیم. چرا که اولین درس عاشورا تسلیم نشدن به ستمکاران و جنایتکارانی که مثل یزید با نام دین بر مردم حکومت میکنند، با نام خلیفه مسلمین تسمه از گرده مردم میکشند. بله، ما و مردممون چقدر احساس نزدیکی میکنیم با این کلام که میگه وقتی ستمگر حاکمه هر روز عاشورا و هر زمین کربلاست. همون امام حسین بود که خطاب به سپاه یزید گفت اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. اما همونطور که از سپاه یزید صدایی بلند نشد، امروز هم در سپاه خامنه‌ای صدایی بلند نمیشه، چون دیکتاتورها حفظ نظامشون از اوجب واجباته. زمان برخاستن زمان هم فریاد شدن با مردم ایران علیه استبداد مذهبی ولایت فقیه. روزهای تبدار محرم همین پیام برخاستن رو میده. با درود به همه برخاستگان در راه آزادی، برنامه امروز رو با نگاهی به پاراگراف روز آغاز می‌کنم. این صدای زنان آزاده میهن است که زیر سایه حکومت نظامی شدیدی که خامنه‌ای جنایتکار در تهران و شهرستان‌ها به راه انداخته دست به تظاهرات در نقاط مختلف زدند. ولی فقیه ارتجاع هنوز پیام دیگر اثر ندارد مردم را نگرفته است. فریاد زنان آزاده میهن در سراسر کشور تنین انداخته است و علاوه بر شهرها و بازارها در دانشگاه‌ها نیز تظاهرات اعتراضی علیه اسیدپاشی روز به روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و رو در روی ارتجاع وحشی حاکم نوشتند اسیدپاشان مخل امنیتند نه زنان میهن و جنایت اصفهان نتیجه طرح حمایت از آمران به معروف. دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک همچنین اقدام به راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد حکومتی کردند. در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشجویان شجاع با برداشتن پلاکارتهایی نوشتند امنیت و آزادی حق مسلم ماست. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم با تعطیل کلاس‌های درس فعالانه در جنبش دفاع از زنان میهن شرکت کردند. در دانشگاه علم و صنعت تهران دانشجویان پلاکارتهایی را برداشتند که در آنها امنیت مورد ادعای نظام آخوندی را به سخره گرفتند.
خامنه‌ای جنایتکار و رئیس جمهورش روحانی بارها دستاورد نظام منحوسشان را از تعویض پاسدار احمدی نژاد آرامش توصیف کردند و حالا با خیزش مردم علیه اسید پاشان مزدور خامنه‌ای آرامش گورستانی آنها برهم خورده است و نظام زن ستیزشان با چالش شدید امنیتی مواجه شده است، طوری که رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه روحانی روز 4 آبان ماه گفت اسید پاشی احساس امنیت عمومی را به هم زده است. این کارگزار وحشت زده رژیم بلافاصله اعتراف کرد که این جنایات پیوسته در رژیم آخوندی اتفاق افتاده و گفت مسئله اسید پاشی را اگر در روزنامه‌ها و صفحات حوادث در ماه‌های مختلف مطالعه و بررسی کنید همیشه بوده، اما از اینکه این بار مردم به اعتراض برخواسته و انگشت خود را به سمت رژیم آخوندی نشان رفتند عنان از کف داده و گفت این دفعه رسانه‌های بیگانه این مسئله را به ناروا و در یک جنگ روانی بزرگ نمایی کردند. به این ترتیب به خوبی نشان داد که رژیم آخوندی از خیزش‌های اجتماعی علیه ارتجاع آخوندی وحشت زده شده است. با این همه همچنان خبرهای اسید پاشی علیه زنان هموطن به گوش می‌رسد. یک خانم هموطن از اصفهان گفت این روزا خیلی من شخصا استرس دارم، همه همکارم استرس داریم با توجه به اینکه محل کار من تو همین منطقه که اسید پاشی شده. واقعا دارم فکر میکنم خوبه برم مرخصی بگیرم. شنیدیم دوباره تو وایبر برام اومد که به یه خانومی دیشب توی شیخ صدوق شیشه ماشینش شکستن، اسید پاشیدن. اصلا همه جا حرف همینه. یکی از دوستان میگفت دختر همکار بابام بوده فوت کرده. قربانی ها بیشتر از تعدادی هن که رسانه ها اطلاع رسانی میکنن. از 9 مهر شروع شد، اجازه نمیدن ببینیم قربانی ها رو. حالا دیگر اوضاع از دست آخوندها و نیروی سرکوبگرشان در رفته است. در سقز مردم شعار مرگ بر دیکتاتور دادن و در مشهد 2 ساعت با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. دست نوشته‌ای در تظاهرات مشهد بود که نوشته بود خواهر من سوخته از اسیده، قربانی ولایت یزیده. و در اهواز مردم دست نوشته‌هایی بلند کردند که در آنها می‌خوانیم اسید پاشی جنایت پلیده، نتیجه ولایت یزیده. حالا دیگر ایستادگی زنان آزاده میهن در برابر یورش وحشیانه اسید پاشان خامنه‌ای عزم مردم را در مقابله با نیروهای سرکوبگر تشدید کرده است. از جمله روز 5 شنبه گذشته مردم سراب به دنبال قتل یک جوان 17 ساله توسط ماموران کلانتری 11 این شهر به این کلانتری حمله کردند و ضمن گوشمالی شدید افسر این کلانتری و سربازانش آنتن آن را نیز از جا کندند. مردم بعد از آن شروع به سنگباران این مرکز سرکوب کردند، به حدی که نیروهای کمکی که برای مزدوران کلانتری 11 آمده بودند از ترس جرأت خارج شدن از کلانتری را نداشتند. امروزه در دنیا استانداردهایی برای درمان مطرحه و کشورها سعی می‌کنند هر چه بیشتر خودشون رو با این استانداردها نزدیک کنند. از جمله رایگان کردن بهداشت و درمان، در دسترس قرار دادن امکانات درمانی برای همه آحاد کشور به طور مساوی، کوتاه کردن زمان دسترسی به درمان، گسترده تر کردن طیف خدمات درمانی برای همه مثل دندانپزشکی و چشم پزشکی و خدمات پاراکلینیکی و غیره. اما اونچه که در ایران تحت حاکمیت آخوندها می‌بینیم دقیقاً برعکسه و افزودن محرومیت در همه زمینه‌های درمانی برای مردم. گزارش رو می‌بینیم با عنوان بازی رژیم با سلامت مردم که گوشه‌ای از همین محرومیت گستری در رژیم آخوندی رو بازتاب. بهداشتیش واقعا صفر اصلا نداره، هیچ نوع بهداشتی اینجا نداره، درمانگاهی نداره، بیمارستانی نداره. طب باشر که متاسفانه اصلا بهداشت درمانی به اون صورت نداره. یه چند تا دکتر هست که از تهران بنده خدا میان، شبم که ساعت 8 میشه تعطیل میکنن میرن دیگه. درست حسابی نداره درمانگاه داره. اول صبح میرین 5 نفر اول رو میندازه، بقیه یعنی باید از ساعت 4 صبح بیاید نوبت بگیرید.
این شهرک‌ها تازه در اطراف و نزدیکی پایتخت قرار دارند. میتوان وضعیت مردم در مناطق دورافتاده کشور را حد زد. 8 میلیون حاشیه‌نشین شهرها و 23 میلیون روستاییان با چنین وضعیتی دست و پنجه نرم می‌کنند و مجبورند با هزینه‌های گزاف برای درمان خود به تهران یا شهرهای بزرگ بروند. کسانی که برای معالجه به تهران آمدند. بیمارم خنده خون دیا برده. زده چشم عفونت کرده. در مقابل این کمبودها شاید این سوال به ذهن خطور کند که آیا در ایران پزشک کم است؟ اما درست به عکس این کمبودها و در رأس آن کمبود دکتر، انبوهی از پزشکان فارغ التحصیل بیکار هستند. به گزارش سایت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی، در حال حاضر بین 8 تا 12 هزار پزشک جوان کشور بیکار هستند یا به خاطر نبود شغلی در این زمینه مجبور شدند به فعالیت‌های دیگری روی بیاورند. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی اعتراف کرد در حال حاضر 15 هزار پزشک به دلیل وضعیت معیشتی به کاری غیر از پزشکی اشتغال دارند. یک نماینده مجلس ارتجاع به نام قاضی پور نیز به این موضوع اعتراف کرد و گفت تحصیل کرده های ما، دکترهای ما، فوق لیسانس های ما، لیسانس های ما همه بیکارند، خانه نشین شدند. اما آخوندها که فقط به فکر جیب خود و آقازاده هایشان هستند، حتی بسیاری طرح‌ها و پروژه های درمانی را نیز متوقف کردند. یه بیمارستان نیمه ساخته داره، حولوش 7 ساله 8 ساله اینجا به قول معروف نیمه کاره هستش. بسیاری از بیمارستان ها و درمانگاه ها با قدمت بیش از 40 تا 50 سال مشغول به کارند و به رغم چند برابر شدن جمعیت هیچ گسترشی نداشتند. فرماندار رژیم در پاکدشت گفت شهرستان پاکدشت با جمعیتی بالغ بر 400 هزار نفر، باید بگم که تنها بیمارستان این شهر که مربوط به سالهای بسیار دور هست و واقعا تکاپوی نیازمندی های شهرستانی است. حاکمان فاسدی که به ناحق قدرت را در کشورمان قبضه کرده اند برای مطامع خودشان سلامت و زندگی مردم را گروگان گرفتند. اما افزایش خشم و اعتراضات علیه وضعیت خراب درمانی کشور پاسخی است که مردم به چپاولگران حکومتی برای رسیدگی به حداقل‌های پزشکی خود می‌دهند. خواهان حقوق و دفاع از حق حیات کولبران زحمت کش. فیلمی رو که ملاحظه میکنید دو تن از هموطنان عزیز از کردستان برامون فرستادن و تاکید کردن که از سیمای آزادی پخش بشه. این دستنوشته ها رو روی یکی از کوه های کردستان گرفتم و برامون فرستادن. با تشکر از این دوستان اشاره کنم که نیروی سرکوبگر انتظامی تقریبا هر روز علیه کولبران محروم جنایت جدیدی میآفرینه. مردمی که در شهرها و روستاهای غرب کشور کارخانه و مزرعه و محلی برای کار و اشتغال ندارند و برای به دست آوردن لقمه نونی بارهای سنگین رو روی پشتهای خودشون میذارند و کیلومترها در کوه و کمر جابجا میکنند. گاه خودشون مورد شلیک مستقیم پاسداران جنایتکار قرار میگیرند. گاهی قاطرهاشون رو میکشند. گاه وانت‌هاشون رو با آتش می‌کشن و گاهی هم کالاهاشون رو مصادره می‌کنند. نیروهای سرکوبگر رژیم حق کمترین زندگی رو از این زحمتکشان سلب کردند. ماه گذشته بود که یک کولبر جوان 19 ساله به نام پدرام محمدی در منطقه پاوه نزدیک پاسگاه باینگان با شلیک مستقیم نیروی سرکوبگر انتظامی کشته شد.
ماه قبلش نیروی انتظامی کولبر 40 ساله‌ای به اسم ادریس ابراهیمی در منطقه حاجی عمران و پیرانشهر رو به همین شیوه جنایتکارانه کشت. در هر کدوم از این تیراندازی ها که گاه به هفته چند مورد میرسه، علاوه بر کولبری که کشته میشه، چندین نفر دیگه بر اثر همین تیراندازی ها میمیشن و جرات های سنگین برمیدارن و هیچ کس هم نیست اونها رو مداوا کنه. البته پاسخ این قبیل جنایت رژیم آخوندی در سکوت نکردن و فریاد و اعتراضه. یک بار دیگه از دوستانی که از کردستان این تصاویر رو برامون فرستادن تشکر میکنم. برپا 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 از جا کن گرامی. به پایان برنامه زمان برخواستن رسیدیم. با تشکر از همه دوستانی که از طریق آدرس‌های فیسبوک و ایمیل این برنامه برامون خبر، گزارش و تصاویر از اعتراضات و مشکلات مردم ارسال کردن و با انتظار ادامه این ارتباطات تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.